من مادر مشتبه داداشی دانشجوی طباطبایی تهران و مرتضای داداشی دانشگاه امیر کبیر از شهرستان رتسر گیلان. الان یک هفته پیش روز یک شنبه آقایان اطلاعات سپاه در خانیم و با ما تنها بودم. آقای خامنه ای کسی نداشتم، دیگری باقدل کشاورزی دوام. ای آقایان با من در خانه من بچه های من تو خواب بودن، بودن اینم زور دروازه رو باز کنین. رفتن با دوا همراه رفتن در خانه من، بچه های کامپیوتر، بچه های ما لپتاپ، تبلت، سیم کارت، کارت دفترچه، کارت دانشگاهی ثبت کنم برای کلاس، اینها رو همه رو جمع کردن. آقای خامنه ای و آقای رئیس شمر به دین به خدا به پیغمبر قسم بدم، اول خدا، دوم بچه های من، بچه های من در حالت خواندن درس خود بودن. ای آقایان اینها رو همه رو جمع کردن رفتن، برای چی؟ دست از سر من بردارن، ایت ضعیف کوشی کار نکنن. ما کشاورزیم، چیزی ندارم. بچه های من اینقدر با علاقه به درس داشتن، با کامپیوتر صبح در خواب بودن. ای آقایان مزاحم من شدن، قلب من ناراحته. آقای خامنه ای، آقای رئیسی، اینها آمدن در خانه من، همه رو جمع کردن بردن، خودش زنگ زدن امروز اول آذر، گفتم فردا دوم آذر بچه هاشون بردارن بیان رشت. برای خاطر چی؟ برای چی؟ تقصیر اینها رو برای من روشون کن. آقای خامنه ای، آقای رئیسی، شما خودش خانواده نداریم، ما کشاورزم، ما مادر مریضم، قلب ما ناراحت، بچه های من برای من پرستار گرفتن. آقای خامنه ای، خواهش من از شما ایسه با آقای رئیسی دست از این کار بکشین، دست از سر بچه های من بکشین. بزودی زود و سهلی پسر من بیارین تحویل بدین. در سیستم مجازی همه میدونین، همه میدونین چرا این کارو میکنن. اطلاعات سپاه و اطلاعات رشت باید ضعیف کوشی کنن. آیا باید ضعیف کوشی کنن؟ ایمان شما چی گفت؟ دستور چی میده؟ خدا رو در نظر بدارین. خدا اول، خدا دوم، بچه های من. یه بچه های دارم پیغمبر زاده هستن. آقای خامنه ای، آقای رئیسی، دستور بده اینها رو بیارن تحویل بدن. دست از سر بچه های من بردارن. بچه های من در حالت فکر درس خودتن. آقای خامنه ای، به ایمان تو قسم، آقای رئیسی، خودش خانواده ندارین. اگر یکی در خانه شما بیه، برای شما چی میگذره؟ چی میگذره؟ در حال فکر با حال مستضعفانه باش. من کرایه ندارم تا رشت برم، من قدر ندارم تا رشت برم. برای چی؟ برای چی؟ شما رو به ایمان شما قسم.